در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خموشم و او در فغان و در غوغاست. بینندگان عزیز، برنامه دیگر از نگاهی به درون رو با شما عزیزان آغاز میکنم و از هم اکنون تا 1.5 ساعت دیگه این صندلیم رو هم دلم میخواد یک کمی پایین بیارم که با شما نزدیکتر باشم. از حالا تا 1.5 ساعت دیگه برای پاسخگویی به سوالات روانشناسی، خانوادگی، ارتباطی و زناشویی شما در خدمتتون هستم. مثل که دوستان خطوط رو قبل از اینکه ما برنامه رو آغاز کنیم اشغال کردن، ولی اجازه بدید که من به یک دلیل خاصی یه توضیح مختصر راجع به در یکی از مقالاتی که من مدتی پیش چاپ کردم به این نکته اشاره کرده بودم که اگر کودک انسان در ابراز حس و در تخلیه میل کنجکاوی خودش پیوسته تجربه شکست و تجربه اجبار به عقب نشینی و تسلیم شدن رو داشته باشه، حالتی پیدا میکنه که در روانشناسی بهش میگن کودک مغلوب. کودک مغلوب یا defeated child بچه‌ای هست که دنیای بیرون رو پذیرا، مهربان، مشتاق و حامی تجربیات کودکانه خودش نیافته. لذا این افراد معمولاً نوعی خشم رو درونی می کنن که این خشم بعدها در روابط اونها با انسانهای دیگه وقتی که می خوان خودشون باشن یا تجربه کنن یا کنجکاوی به خرج بدن ظاهر می شه. در یک جمله در اون مقاله نوشته بودم که defeated children، مقاله به انگلیسی بود، defeated children tend to be defective parents، یعنی بچه هایی که دیفیت شدن یا مغلوب شدن در بزرگسالی تبدیل به مادران و پدران مغلوب گر میتونن بشن. و این رو فقط از جایی میتونیم بفهمیم که مادر و پدر به بچه اجازه تجربه، اجازه اشتباه، اجازه ابراز نظر، اجازه کمتر از انتظار والدین بودن رو نمیده. در نتیجه یک نوع خشم و خشونتی در روابط به وجود میاد که این خشم و خشونت اکثرا خودش رو در دوران بلوغ و نوجوانی به صورت عصیان‌های بلوغ و نوجوانی نشون میده. حالا بنابراین سوالی که دوست عزیزی که از طریق ایمیل از من سوال کرده بود این بود که پرسیده بود که چگونه میشه با این مسئله کنار آمد. بهترین شکل این هست که مادران و پدرانی که فکر میکنن احتیاج به کنترل زیاد و فوق‌العاده گام به گام کودک دارن و احساس میکنن که هر کار بچه اونها اونجور که اونها دلشون میخواد نیست و احساس میکنن که باید دائم بچه رو تصحیح کنن یا احساس میکنن که باید دائم راه بچه رو به نفع راه خودشون یا سمت و سوی راه خودشون تغییر بدن، باید یه موقعی از خودشون بپرسن که چرا به این دلیلی که بچه اینگونه میکند نه اینگونه، چرا که بچه اگر نقاشیشو اینجا میزنه و نه اونجا، چرا که اگر بچه یه موقع قاشقشو یا چنگالشو با این دست میگیره، چرا که اگر بچه این لباسو میپوشه نه اون لباسو، اینها اینقدر خشم تجربه میکنن. و بهتر است که با یه روانشناس در این زمینه یه گفتگوی داشته باشید، شاید موجب رهایی از این
بن‌بست ارتباطی بشه. من نمیخوام شما رو رو خط بیش از این نگه دارم. اجازه بدید خط اول رو میگیرم. دوست عزیز با ما باشید. بفرمایید. الو. جان دلم بفرمایید. سلام خانم دکتر. احوال شما؟ خیلی ممنون. من از تجربه های شما برای دیگران که صحبتشون رو میکنن و نصیحتشون میکنین خیلی استفاده میبرم. خواهش. ولی وقتی شما و دخترتون رو که میبینم با هم گل میگین گل میشنوین یه آهی هم در من به وجود میاد که دختر من همکار من نیست، ولی با زحماتی که برای بچه هم اینجا کشیدم خوشبختانه هر ستاشون موفق هستن. فقط خبر موفقیتشون رو میشنوم، ولی کمبود اینو دارم که منم مثل شما با دخترم فرصتی پیش بیاد یه چیزایی رو بشنویم. بیشترش تلفنیه یا از کنفرانساش فرصت کرده میزنه. خیلی خوشحالم دخترم با سن سال کمش به موفقیت‌های بالا رسیده. هر سه دو بچه هامو میگم. ولی چطور من میتونم تو اینجا که به سنی رسیدم به قول خودمون میخوام ثمره زندگیم و لذت ببرم اون کمبود در من ایجاد شده؟ من فکر میکنم که اولا این که دختر شما همکار شما نیست خیلی غصه نخورید، به دلیل اینکه اون وقت دائم غلطهای شما رو میگیره و شما هم همیشه میبینی حق با اونه. بنابراین از یک انتقادگر دائمی در امان هستید. بذاری من به شما بگم همچی چیزی نیست، در موارد دیگه کارشون رو میکنن. آها، یعنی انتقام رو جای دیگه میگیرن؟ بله، اینو خواهی نخواهی کار خودشون رو میکنن. بله، من گاهی که نیلوفر اشکالات تخصصی منو یا جاهایی که من مقالات جدیدی رو که اون میخونه، خب بچه های حالا یک به دلیل اینکه تازه از مدرسه بیرون اومدن، دو به دلیل اینکه دائم با این کامپیوتر و اینترنت و اینا رو تحقیقات مختلف میرن، بعد سرعت خوندنشون هم خب به نسبت ما بالاتره، یقینا بیش از من اطلاعات جدید داره. اون وقت گاهی که این مسائل رو با من در میون میذاره، من به شوخی بهش میگم عجب ماری من در آستین خودم پروراندم. ولی برگردیم به این مسئله که آره، نعمت بزرگی هست که آدم با بچه هاش بتونه ارتباط حسی، ارتباط ذهنی و به خصوص ارتباط تجربی داشته باشه. و خب من از این بابت خودم رو بسیار خوشبخت میدونم. اتفاقا نیلوفر اول رشته روانشناسی رو انتخاب نکرده بود، نیلوفر در دانشگاه تافت قبول شد برای رشته دندان پزشکی بعد از گرفتن لیسانس و رفت در اونجا، منتها یه مدت خیلی کوتاهی گفت این رشته برای من نیست و من این رشته رو دوست ندارم. و من میدونستم از اول روانشناسی رو دوست دارم، ولی نمیخواستم که شغلی که تو داری دنبال کنم، به دلیل اینکه دوست داشتم که استقلال خودم رو داشته باشم. ولی حالا به این نتیجه رسیدم که اگر رشته‌ای که من دوست دارم تصادفاً همون رشته‌ای که مادرم خونده، من چرا باید که خودم رو از این رشته‌ای که مورد علاقمه محروم کنم؟ بنابراین دوباره برگشت و یک سال دیگه هم حتی واحدهایی رو گرفت که ضرورت دوره دکترای روانشناسی بود و بعد وارد دوره روانشناسی شد. من صداتون رو نمیشنوم دیگه. من فکر میکنم که اگر سوال به خصوصی نداریم، من توضیحی رو که میخواستم به شما دادم. سوال به خصوصی در این زمینه داره؟ بله خانم دکتر، شما احساس نگرانی نمی کنین که بچه های ما خوشبختانه این مراتب زندگی رو به سرعت دارن بالا میرن، ولی مثلا در صدد این نیستن که بچه دار بشن؟ در صدد اون چیزای سنتی ما نیستن، اونا شما رو نگران نمی کنه؟ من اول نظر شخصی خودم رو چون شما میپرسید میگم. نه، من هیچ آرزوی شخصیم رو که تحمیل کنم به بچه ها ندارم. مثلا پسر من بارها میگه من ازدواج اصلا نمیخوام بکنم و این حرف مادر من رو ناراحت میکنه، اما منو ناراحت نمیکنه.
به دلیل اینکه میگم خب شاید او ترجیح میده که این مدلی که زندگی میکنه زندگی کنه و یا هیچ وقت فکر نکردم که خب آدمای دیگه هم سن من الان نوه دارن و من هنوز ندارم. برای من این مهم نیست. برای من چیزی که بیش از همه اهمیت داره اینه که بچه هام رو شاد ببینم و بچه هام رو در وضعیتی ببینم که خودشون حس می کنند که از زندگیشون دارن لذت می برند و از اون جایی که ایستادند خوشحالن. این برای من مهمترین موضوع بوده. کما اینکه پسر من بعد از 4 ساله اول دانشگاه دیگه نخواست که بره تو گریجویت سکول و دوست داشت که بره کار کنه و بیزنس به قول خودش راه بندازه. خب برای پدرش خیلی سخت بود چون خب پدر PhD داشت، خب من تحصیل کرده بودم، خواهرش PhD داشت و او براش سخت بود که پسرم گریجویت سکول نره. اما برگردیم بر سر این مسئله که بله، زن امروزی پاش و جای پای زن سنتی دیروز داره نمیگذاره و خب تا میاد که به موفقیت هایی که احتیاج داره برسه، به یه سنی رسیده که انتخابش در ازدواج دشوار شده و هر کسی رو نمیپسنده و بعد هم تا یه کسی رو بپسنده اون وقت در از نظر بیولوژیکی و ساعت بیولوژیکی و طبیعی ممکنه بچه دار شدن براش چندان آسان نباشه. ولی خب این اون تغییریه که ما چه بخواهیم چه نخواهیم دنیای ما امروز داره به سمتش میره و شکل زندگی مدرن از شکل زندگی سنتی داره تفاوت‌های زیادی پیدا می‌کنه و فاصله‌های زیادی می‌گیره. حالا آیا من به عنوان یک زنی که در میان نسل سنتی و نسل مدرن قرار گرفتم ممکنه که یه احساس کمبودهایی در این سو و یه کمبودهایی در اون سو بکنم؟ ممکنه. ولی اینو بهش میگن که به اصطلاح جهان در حال تغییر و استحاله، از حالی به حال دیگر در آمدن و منتقل شدن. ما شاهد تغییرات زیادی هستیم. شما آیا نگران ازدواج فرزندت هستی؟ نه خیر، ایشون ازدواج کردن، من نگران هیچی نیستم. من تقریبا میشه گفت که خودشون هم قبول دارن، خیلی روشن فکرانه فکر میکنم در مورد همه پیشرفتاشون. ولی نگرانی من از اینه اینا با این سرعتی که دارن جلو میرن 5 سال بعد برگردی به من بگه من متوجه نبودم، تو چرا هی یادآوری نکردی. و منم نمیخوام یه مامان کنجکاوی باشم که تو زندگی بچه هام به اون صورت خصوصی دخالت بکنم. ولی از فامیل و دوستان همش به من میگن من وظیفه خودم رو انجام نمیدم. شما میدونید وظیفه‌ای که اونا دوست دارن شما انجام بدین چیه؟ بله، دائم میگن تو وظیفت اینه که به دخترت بگی داره دیر میشه، به پسرت بگی داره دیر میشه، به اون دخترت بگی چرا شوهر نمی کنه. هرچی میگن بابا اینا یه چیزای خصوصی است، من بچه هامو مسئول بار آوردم، به خودشون مربوطه، میگن تو وظیفه مادری تو درست انجام نمیدی. آخه اشکالش اینه که اونایی هم که وظیفه مادری رو انجام میدن و عقیده خودشون نظر خودشون رو به بچه ها تحمیل میکنن یه جور دیگه گرفتار میشن. بله. در هر دو صورت ماها دچار اشکال هستیم. بنابراین من حقیقتا نظرم اینه که دنیا در حال یک تغییره. این تغییر رو بعضی ها راحت تر پذیرفتند و میپذیرند و بعضی ها نه، و لذا به دلیل اینکه این تغییرات مورد پسند همگی و همگان نیست، بعضی ها در برابر اون یک نوع مقاومتی میخوان نشون بدن. ولی آنچه که مسلمه این کاروان تغییر حرکت خودش رو آغاز کرده و همیشه هم بوده و به مسیر خودش ادامه میده و ما جلوی تغییر رو نمیتونیم بگیریم. حالا ممکنه، من نمیدونم، ممکنه یکی از این تغییرات این باشه، کما اینکه در آمریکا
تحقیقات نشون میدن که الان یه عده ای از زنان بسیار تحصیل کرده به محض اینکه ازدواج میکنن شغل و کار رو ول میکنن و میشن مادر و بچه هاشون رو پشت سر هم به دنیا میارن و بعد از اینکه بچه ها به مدرسه رفتند اونها دوباره به دنیای کار بر میگردن. خب این هم یک تغییره، ولی تغییرات خودش به ضرورت و به نیاز زمانه خودش به وجود میاد. یه کتابی سالها پیش در اینجا بیرون آمد و عنوان کتاب بود Don't Push the River، یعنی رودخانه رو نمیشه زور داد بر عکس مسیر خودش. زندگی از مدل سنتی داره به مدل مدرن منتقل میشه و جلوی این حرکت رو هم نمیشه گرفت. من امیدوارم که صحبت ما با هم به یک نتیجه رسیده باشه. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. الو جان دلم، بفرمایید، با شما هستم. الو خانم دکتر، احوال شما چطوره؟ من خیلی خوب. خانم دکتر، من خیلی اولا خوشحالم که صدای شما رو میشنوم. شما نازنینی هستین که ما در ایران، من در ایران زندگی میکنم، ولی خیلی خیلی آرزو داشتم صدای شما رو بشنوم. واقعا بهتون تبریک میگم، شما یک زنی هستین فرای موقعیتی که در این زندگی میکنین، واقعا خیلی جلوتر از زمان خودتون هستین. من واقعا خیلی شما رو دوست دارم. خیلی ممنون. خیلی ممنون که مزاحمتون شدم. یه مشکلی دارم من، حدود 27 ساله که با شوهرم زندگی میکنم. ایشون یه مشکل خاصی که دارن از ابتدایی که ما ازدواج کردیم، ایشون به شدت دروغ میگن و خیلی تمایل دارن به این که همه چی رو یه جور دیگه نشون بدن. بارها هم شده که ایشون در واقع دچار مشکل شدن، خیلی براشون مسئله ایجاد شده، خیلی وقت دو رفتن ولی هیچ وقت اصلاح نشدن. دروغایی که ایشون میگن غالبا دروغای بی ارزشی که اصلا گفتن ضرورتی نداره، ولی در موارد بزرگتر هم ایشون این کارو کردن و میکنن. من هر کاری با ایشون کردم واقعا موفق نشدم که ایشونو تغییر بدم. البته ایشون پدرش هم همین وضعیت رو داره. من با ایشون باید چیکار بکنم؟ در درجه اول میتونم بگم که اون حالت در واقع فراستریشن، اون حالت سرخوردگی، اون حالت خشم و یأس توأم رو که حاصل بی‌اعتمادی به همسرت هست تو حال و کلامت حس میکنم. بله. یعنی خیلی سخته که آدم با یه کسی زندگی کنه که نتونه بهش اعتماد کنه، ندونه بله. که بسیار سخت. عادی ترین حرفی که میزنه شفاف و روشنه. آیا از این دروغ هایی که او میگه شما آسیب های مستقیمی هم میخورید؟ بله بله خانم دکتر. ایشون اولا در زندگیش بسیار خودرأیه و همون کاری رو میکنه که خودش میخواد. یعنی بارها علارغم تذکراتی که بهش داده میشه یا حتی شواهد و مدارکی که براش رو میشه که بابا این آدم مثلا این رفیق نارفیقه، شما نباید با این معاشرت کنی، یا ما نباید صلاح زندگیمون این هست که نباید با این آدم معاشرت بکنیم، این اصلا ظاهرا میگه خیلی خوب باشه فلان، ولی در واقع خود کار خودشو میکنه. میدونی در واقع کار خودشو میکنه، راه خودشو میره، بعد ضربه میخوره، بعد دچار سرخوردگی میشه. بعد میگه تو گفتی. ببینید من خیلی با این آدم هزار، من خودم یه زن تحصیل کرده هستم، در ایران وکالت میکنم، البته چند سبایی هستش، روزی یک سال و نیمی هست که در کانادا رفت آمد دارم به کانادا، بچه هم در کانادا درس میخونن، ولی مسئله این هستش که خانم دکتر من با ایشون خیلی متدهای مختلفی رو، یعنی گاهی ایشون رو آروم کردم، ایشون نفش خودم عزیزم چیز من اشکال دارم، میدونم من آدم بی اشکالی نیستم، تو بیا مشکل منو رفع کن، بیا مشکل زندگیمونو حل کنیم، بیا با هم رفیق باشیم، بیا با هم دوست باشیم. بارها براش فداکاری هایی کردن که خودش تعجب کرده، ایثار هایی کردن که خودش تعجب کرده، ولی من هیچ وقت موفق نشدم با این آدم واقعا به نقطه‌ای برسم که احساس امنیت و آرامش بکنم.
ایشون در ارتباط با خانوادهش دروغ میگه، در ارتباط با کارش دروغ میگه، در ارتباط با دوستاش دروغ میگه، در ارتباط با روابط حالا دیگه که داشته دروغ میگه. ایشون مرتبا اگه ببینید اگر مثلا تو سر خیابون میده که روزنامه بخره، بهش میگه مثلا کجا رفته بودی چیکار داشتی، میگه که رفتم سیگار بخرم. مثلا ببینید هیچ دلیلی نداره که شما روزنامه رو بکنید سیگار. خب این که میگید بدون هیچ دلیلی دروغ میگه یه چیزی هست، یعنی در واقع یه بیماری به اسم compulsive lying یا یک نوع دروغگویی که بی اختیار و در یک حالت جبر اتفاق میفته. من راجع به شوهر شما صحبت نمی کنم، اما در بسیاری از تحقیقات رابطه معنادار آماری دیده شده بین کسانی که کامپالسیو لایر هستن یا دروغگویان که با جبر مثل که یک کسی از درون اینا رو وادار میکنه که دروغ رو به جای راست انتخاب بکنن، تحقیقاتی که در این زمینه شده نشون میده که پاره ای از اینها در دوران کودکی مورد تجاوز و دستکاری های جنسی بزرگسالان اطرافشون قرار گرفتن و یک نوع ترس و شرم و حس گناه رو و جور دیگر نشان دادن زندگی رو از بچگی تمرین کردند. یعنی مثل اینکه اونها اولین حسی که از خودشون میخواد بیرون بیاد باید بگیرن تو زیرزمین وجودشون زنجیر کنن و اون چیزی رو که فکر میکنن امتره نشون بدن. این یکی از موارده. مورد دیگه بچه هایی که در دوران کودکی مورد خشونت های شدید جسمی و مادر و پدر سختگیر یا مادر و پدر بیمار با نوسانات مود شدید بزرگ شدن، اونها هم از طریق وارونه نشان دادن حوادث اطرافشون گویا راز بقای خودشون بوده یا بقای خودشون رو تضمین کردن و انقدر در این کار تجربه و تاریخ و تکرار همراهشون هست که این رو به عنوان یک کوپینگ استایل یا روش سازگاری و انطباق با محیط انجام. یکی دیگه از مواردی که نگاه میکنن روی این مسئله اینه که در هنگام خشونت دیدگی شدید یا آسیب‌ها و تروماهای کودکی گویا شخص به دو بخش تقسیم شده. بله این درسته خاندر، این که شما میفرمایید در موردشون صادقه که یک بخش هرگز نمی بایست که خودش رو آنگونه که هست نشون بده، یعنی یک نوع افتراق، یک نوع اسپلیت، یک نوع دوبودی درون فرد به وجود آمده و این دوبودی سبب میشه که مثل اینکه دائم بدون اینکه ما یعنی بدون اینکه کسانی دیگه از دنیا از بیرون بدانن در درون فرد دائم دو نفر با هم در ستیز هستن و در فرکشن آف سکند در چند صدم یک ثانیه تصمیم میگیرن این به جای این از فرد بیاد بیرون. دقیقا همینطوره. من اگر جای شما باشم، خب تا حالا ساختید و مدارا کردید و اینا میفهمم، ولی اگر او بپذیره که بیماره و اگر هرگز نمیپذیره. اون جالبی که خیلی بیشتر تمایل داره همه اطرافیانش رو یه جوری بیمار جلوه بده، حالا جدا از من کلن با همه آدمایی که مشکل پیدا میکنه یه انگ مریضی رو همهشون میزنه. بعدشون یه حالت دیگه که داره خیلی جالبه براتون بدونید، چون تحصیلات عالی نداره ولی اینقدر هوش و استعداد فوق‌العاده‌ای داره، یعنی این چیزی که من همیشه واقعا تحسینش کردم، این آدم اونقدر باهوشه که خیلی راحت به یه همنشینی چنان میتونه کپی سازی فکری بکنه و ایشون چنان دمد روشن فکری میزنه و میتونه خودش رو جور دیگه ای مطرح بکنه که باور کنید من که سالهای سال با حسن نگیرم گاهی وقتا فکر میکنم چه جور مثلا موجودیه، چطوری میتونه این نقشا رو بازی کنه، چطور میتونه اینطور سطحی همه مسائل رو بگیره ولی جوری جلوه بده که سالهاست این آدم
این مثلا صفت وجود داشته، این حالت محقق بودن و این مکتشف بودن و میگم ایشون فوق العاده آدم باهوشیه، فوق العاده خداوند، هنرپیشه خیلی خوبیه. بله بله، من واقعا باور کنید سالهای سال با این مرد زندگی کردم، حدود 27 ساله که 20 و اندیشو میدونم که ایشون واقعا، خب توی جو ایران من نمیدونم شما چقدر آشنایی دارین، ایشون واقعا بارها و بارها و بارها به خیانت کرده من و این خیلی منو دچار مشکل کرده و فکر خیلی جالبه که ایشون فکر میکنه که خیلی زرنگه و دستش گیر نمیفته، حالا بر حسب تصادف 2 سال پیش دستش گیر افتاد و ایشون رو شد، ولی اینجوری جلوه میده که نه فقط یه بار بوده و این مشکل پیش اومده و نمیدونم تقصیر فلانی بوده و تقصیر بهمانی بوده، در حالی که من ایشونو خیلی خوب میشناسم، یعنی ایشون قانون شکنی، ببینم قانون شکنی هم میکنه به جرائم، اصلا قانون رو قبول نداره، میگه من خودم قانونم، من خودم میتونم قانون تعیین کنم. خب باز من راجع به همسر شما صحبت نمی کنم، ولی این ویژگی هایی رو که شما کنار هم میذارید خیلی شبیه شخصیت های سوسیوپات هستند، یعنی کسانی که جانم، یعنی چی این جمله که سوسیوپات، یعنی کسانی که به طور کلی همطور که شما گفتید در هیچ چهارچوبی دوست ندارن قرار بگیرن، هیچ قانونی رو قانون جدی نمیدونن، باندری ها یا مرزهای ارتباطی، مرزهای در واقع اجتماعی رو به راحتی ازش میگذرن، به راحتی در واقع به زهکاری رفتاری و محیطی و قانونی میکنن، افرادی که ضد شخصیت های ضد اجتماعی هستند و خودشون در واقع هم هر اون چیزی که واسه اونها خوبه درسته و به یه جوری میخوان به اون چیزی که برای اونها خوبه دست بیابن، حالا اگر در سر راهشون باید رو 100 نفر قدم بزنن و هر نفر رو مجروح کنن، چه جراحت روحی و چه جراحت های دیگر، براشون فرقی نداره، فاقد امپاتی یا همحسی با انسان‌های دیگه هستند و هیچ وقت اثر یا ریفلکشن یا تأثیر رفتار خودشون رو انسان‌های دیگه نه حس میکنن نه ارزیابی میکنن. من چیکار باید بکنم خانم دکتر با این آدم؟ آره من فکر میکنم که اگر شما تصمیمتون این هست که با این فرد برای بقیه عمرتون زندگی کنی و اگر او به هیچ عنوان قبول نداره که مشکلی داره، من فکر میکنم که بهترین راهی که اگر اون دو اگر اصلی درست باشه، بهترین راهی که شما میتونید کمتر رنج ببرید این هست که به او به عنوان انسانی که این محدودیت و این کاندیشن یا این اختلال رو داره و کاری هم براش نمیخواد بکنه، به این صورت بهش نگاه کنید و از آنچه که او هست حداقل رنج کمتری ببرید، یعنی درست همان گونه که او اگر پاش فلج بود شما یا ازش جدا میشدی یا میپذیرفتی که او هرگز با شما پیاده روی نمیتونه بکنه، در رو هم این محدودیت رو قبول میکنید اگر مجبورید باش زندگی کنید یا میخواید زندگی کنید. قضیه دارم ببخشید خانم دکتر و اون این هستش که ایشون چنان احساس آرامش وجدان هم داره برخلاف همه عملکردهای زشت و بدی که داره که من گاهی واقعا تعجب میکنم آیا واقعا وجدان اینجور آدم ها خوابه یا این که کار میکنه و اون پنهانش میکنه، من واقعا به اینم شک دارم، یعنی حقیقتا اینو نتونستم بفهمم. ببینید ما بعضی اتفاقا سوسیوپات ها از اون گروه هستند که حتی احساس گناه سالم رو تجربه نمیکنن، یعنی اینقدر از نتیجه اعمال خودشون و اثر این نتیجه بر انسانهای دیگه بی تماس و دیتچت و جدا و بی ارتباط هستند که حتی اون میگن healthy guilt، یعنی اون احساس گناه سالم که
نشونه این هست که من در اثر ارتباطی که به انسانهای دیگه دارم وقتی موجب آزار اونها میشم احساس گناه میکنم، احساس پشیمانی میکنم و بر میگردم و به دلجویی میپردازم. اینها اون رو ندارند، نه حس ریمورس دارن یعنی پشیمانی و ندامت، نه حس گناه. و این جریان یک اختلال جدی شخصیتی هست که درمانش هم چندان ساده و راحت نیست. حالا من میگم شما به جای اینکه این سوالات رو از خودت بکنی و به جای اینکه خودت رو از این بابت رنج بدی، باید بدونی که در برابر یک انتخاب ایستادی. یا انتخاب میکنی که با این آدم زندگی میکنی، اون وقت مرد و میدونی که او برای درمان قدمی بر نمیداره و این محدودیت رو برای کمتر رنج بردن خودت میپذیری، مثل اینکه او یک دست نداشت. هرگز انتظار نداشتی که برای تو لیوان از قفسه پایین بیاره. بنابراین این محدودیت رو میپذیری و حداقل رنج کمتری میبری. آرزوی این که او روزی یک انسان صادق، شفاف، صمیمی، با همحسی و همدردی بالا باشه، این آرزو رو دفن میکنی که هر باری که عکسش اتفاق میفته رنج نبری. من میتونم خواهش کنم شما چه در کانادا یا حالا چه در ایران، اگر دکتر مجربی رو میشناسین که میتونه به من کمک کنه من مراجعه بکنم؟ بله، در ایران، در کانادا نه، در ایران میدونم که انجمن روانشناسان ایرانی و مرکز روانشناسی دانشگاه بهزیستی لیست بله بخش روانشناسی دانشگاه بهزیستی به شما میتونه لیست روانشناسان عضو انجمن نظام روانشناسی ایران رو بده که با مشخصاتشون شما از بین اونها میتونید انتخاب کنید. من سابقا هم مراجعه کردم به پزشکای حالا در رده های خیلی نرمال و معمولی و اونها به من گفتن که این سیستم فرهنگی ایرانه و شما یا باید باش کنار بیای یا نباید کنار بیای. این سیستم فرهنگی مردایی که دستشون به دهنشون میرسه یا تونستن حالا یه کاری بکنن تو زندگیشون موفق باشن، به قول معروف حالا زیاد هم آدم های سالمی نیستن، ولی این شرایطی که هستش شما باید باش کنار بیاید. من وقتی میگم آقا من زرج میکشم از اینکه شوهر من در آغوش دیگرانه، بعد میاد برای من علم پاکدامنی هم میزنه، این منو عذاب میده، آزار میده، به من میگن خب این سیستم فرهنگی ایرانه، شما نمیتونی باش کاری بکنی. بله، متاسفانه دلگی های جنسی در پاره ای از به اصطلاح سرزمین های شرق به صورت حقوق مردانه در تاریخ ثبت شده. این به این معنا نیست که در غرب مردها دلگی جنسی نمی کنن، ولی در اینجا دلگی جنسی به دلیل اینکه مرد هست مجاز شمرده نمیشه. یعنی اینجا تحت عنوان خیانت زن و مرد هر دو به یکسان ارزیابی میشن، دیده میشن. ولی در سرزمین های شرق بله، دلگی های جنسی جز متاسفانه حقوق مردانه در لابلای تاریخ کهنه اون سرزمین ثبت شده و به این دلیل مردهای شرقی به خصوص اگر از اخلاق و سلامت روان خوبی برخوردار نباشن، این رو به عنوان حقوق خودشون میدونن و لذا احساس شرم و گناه به اصطلاح شرم و گناه نمی کنند، به دلیل اینکه فکر میکنن که خب من بابام هم این کاره بود، پدر بزرگم هم این کاره بود و مادرم نشست ساخت، مادر بزرگم هم نشست ساخت، حالا تو از کجا اینجوری دم در آوردی؟ لذا ما با این فشار فرهنگی در اون سرزمین ها روبرو هستیم. ولی حالا برگردیم از فرهنگ جغرافیایی فاصله بگیریم، هم غربیش هم شرقیش، و به فرهنگ انسانی بپردازیم. در فرهنگ انسانی کسانی که گرفتار دلگی جنسی هستند موجودات درمانده و آسیب دیده و بیماری هستند
که قبل از هر چیز خودشون رو از تجربه یک رابطه عمیق و سالم محروم می کنند و به رابطه های مکرر و سطحی و بی‌معنا و هیجان های زودگذر به جای روابط ریشه‌دار عمیق توأم با تاریخ و معنا خودشون رو محروم می کنند. خیانت آغاز کشیدن یک دیوار آشکار بین صمیمیت دو انسان. حالا اگر اونها اینو نمیفهمند، لیاقت و شایستگی روحی روانیش رو ندارند، از نظر انسانی به اون درجه ای از درونی کردن رنجهای پرمعنا در روابط ماندگار نرسیدن، دیگه ما چیکار کنیم؟ تینیجرهایی هستن که سنشون رفته بالا ولیکن بلوغ عاطفیشون در جا زده. خواهش میکنم. خیلی ممنونم. لطفتون خواهش میکنم. شدن که صدتون شنیدم. سپاسگزارم. ممنونم از راهنماییاتون. سپاسگزارم. بفرمایید دوست عزیز با شما هستم. الو. جون دلم. سلام خانم دکتر فرنودی، خیلی متشکرم از وقتی که برای ما شما میذارید، وقت واقعا گرم باهاتون. از کنم که من برخلاف یک از بینندگان از دوستون که تلفن کردن و گفتن که دختر خانومشون رو تشویق به ازدواج میکنن، من اجازه بدین یک به اصطلاح یک مختصر در مورد دخترم خدمتون بگم. دختر من حدود 23-24 سالشه و دختر باهوشی هست، الان دانشجوی پزشکی هست، ولی بسیار دختر سمپاتی، بسیار یعنی مهربان هست، ولی متاسفانه نمیدونم چنقدر عجله برای ازدواج، حالا یا دوست پیدا کردن یا زیاد، البته بسیار در حد روابط سالم، ولی مسئله ای که الان هست این هست که این چون سال اولش هست با یه پسری دوست هست و خب این پسر هم به خانه ما رفت آمد میکنه، ولی ما از رفتارهاش و اون معیارهایی که ما از نظر خانوادگی و از نظر فرهنگی و ریلیجن خودمون لازم داریم، اون معیارهای لازم رو در این آقا پیدا نکردیم و به دخترم توصیه میکنیم. دختر من هرچند که ما تذکر میدیم به نظر میاد که این فکر میکنه یک فاصله شدیدی یعنی بیشتر به طرف اون پسر بره، به مرحله ای که اون پسر میگه خیلی خوب من چون میبینم بین خانواده شما داره در اختلاف و نفاق میفته من میرم کنار، ولی دختر من میگه نه تو اگر بری من هم درس رو ول میکنم. واقعا یک مشکل بزرگی الان ایجاد شده و چون به شدت برادرش حالت جفتگیری، حالا نمیتونم بگم تعصب، ولی یک مقداری این مسئله داره روی روابط خانواده ما اثر بسیار بدی میذاره. اجازه بدید این دختر شما پدر داره و مادرم داره؟ بله بله. برادر چه کار است؟ برادرش هم البته با هم در یک دانشگاه هستن. نه، برادر اصلا چه حق دخالت به کار خواهر رو داره؟ نمیدونم جواب سوال شما رو چگونه بدم. ولی من اجازه بدید من بگم چرا اینو به این تیزی مطرح میکنم. برای اینکه در چارچوب در واقع فرهنگ سنتی، همطور که به در دیوار ایران آویزون کردن، مثل اینکه زن جزء میدان مالکیت مرد فامیله، پدر، برادر، عمو، دایی باید از زن یا دختر خانواده به عنوان بخشی از ناموس خودش، بخشی از شرافت خودش، بخشی از مالکیت خودش حفاظت کنه. در جهان مدرن، در همین جایی که ما زندگی میکنیم که دختر شما به دانشکده پزشکی میره، این موضوع بسیار اهانت‌آمیزه. دختر 24 ساله شما زندگی خودش رو خودش تعیین میکنه، ولی اگر بر فرد یک چتر مراقبتی و چتر محافظتی و یک محافظین فرهنگی هنوز در خانواده ضرورت داره که وجود داشته باشه، دیگه جز مادر و پدر نیست. و این موضوع باید دختر شما رو بسیار ناراحت و عصبانی کنه. من نمیدونم که آیا هرگز ابراز کرده یا نه که برادر حالا بزرگترش یا کوچکترش بخواد برای او تعیین تکلیف کنه چون پسره.
و برای این مسئله او در آینده خشم زیادی از شما پدرش خواهد داشت. شما باید به پسرتون بگید که به هیچ عنوان تو این مسئله دخالت نکنه. اگر شما حس میکنید جناح شما و همسرت برای مبارزه با دخترت لشکر کم آورده و میخوای پسر رو جز قشون خودتون بکنی که زورتون به دختر بیشتر به چربه، مطمئن باشید که نتیجه معکوس. خانم دکتر، ما الان به نظر شما تا چه مرحله میتونیم روی این مسئله ازدواج، ما تا چه مرحله، ما واقعا شما خودتون مادر هستید و میدونید من واقعا از درون یه مادر، پدر و مادر واقعا همیشه بهترین رو برای فرزندشون میخوان. آیا به نظر شما ما تا چه مرحله میتونیم این، البته واقعا من نمیخوام، همیشه به دخترم گفتم من خوشحالی تو رو میخوام، ولی میدونم چون دختر فرزند خودمو میشناسم بسیار تابع احساساتش هست و میترسم یک احساس هیجانی باشه و میترسم چون ترس شما رو به عنوان مادر خوب میفهمم. اولا شما الان بحث از به اصطلاح شما نگفتید که مایل نیستید دخترتون ازدواج نکنه در این سن. شما گفتید که این آقا پسر با معیارهای خانوادگی شما جور در نمیاد. بله، متاسفانه اصلا خانم دکتر بر خصوصیات اخلاقی که یک همسر باید نسبت به همسرش رعایت بکنه و من الان دارم مشاهده میکنم، میبینم که اینها در آینده بسیار میتونه مشکل عمیقی ایجاد بکنه. حالا اصلا این پسر از دختر شما خواستگاری کرده و گفته ازدواج کنیم که شما میگید نکنه؟ بله، این چندین بار این مسئله رو گفته، ولی ما البته ما گفتیم که ما باید روی شما مطالعه کنیم و الان ما هیچ موافقتی با این جریان نداریم. خب. و به شدت در اون زمان در اون جلسه دختر من به شدت ناراحت شد، گریه کرد و من گفتم که آخر ازدواج پیراهن تن نیست، ازدواج رو باید با دید عمیق‌تری نگاه کرد. من اگر جای شما بودم، خودم اگر جای شما بودم، به طور کلی به دختر 24 سالم که در آستانه یک رشته بسیار بسیار دشوار هست میگفتم که من در این سن ازدواج رو برای تو مناسب نمیبینم. نه این پسر با معیارهای ما نمیخونه، بلکه میگفتم سن ازدواج برای تو الان با هدفهایی که در پیش داری، این انتخاب در این سن هماهنگی نداره. اما یقینا او رو در تجربیات ارتباطی خودش با این کسی که بهش علاقمند شده آزاد میگذاشتم. دروغ نباید به بچه گفت که شما این پسر رو نمیپسندید. این رو میتونید به دخترتون بگید. این پسر دامادی که من آرزو داشتم داشته باشم نیست. اما در نهایت تصمیم گیرنده اصلی تو هستی. اما من و پدرت فکر میکنیم که تو برای به ثمر رسوندن چنین بار سنگینی الان احتیاج داری که به عنوان یک دختر آزاد، یک محصل بی مسئولیت، تمام انرژی روانیت رو روی تحصیلت بگذاری. این پسر هم دوست توه، میاد و میره. البته این رو من وقتی میگم بعضی از خانواده ها ممکنه این حرفا با قبله خونهشون جور در نیاد، بستگی داره به میزان سنتی بودن و به میزان اخلاق و باورها و نظام ارزشی خانواده. ولی به طور کلی دختر 24 ساله بسیار سالمه که یک دوست پسر داشته باشه در چارچوب محدودیت هایی که برای خانواده نرمه و برای ازدواج بسیار بسیار زوده، به خصوص برای کسی که میخواد یک چنین رشته دشواری رو ادامه بده. شما چند تا ترس دارید. یکی این که اولا او ازدواج کنه درسش نصفه بمونه. دوم این که این پسر رو به هر حال دوست ندارید، همطور که خودتون گفتید با معیارهای شما جور نیست. سوم به بلوغ روانی عاطفی دخترتون اعتماد ندارین، که این آخری برای من هم درسته. واقعا یک دختر 24 ساله هنوز آنقدر، به خصوص اگر تجربیات زیادی نداشته باشه، هنوز آنقدر بالغ نیست
که برای بقیه عمرش تصمیم گیری کنه. اما اینکه شما او رو به لجاجت، خشم، رودررویی، کنترل بکشید، شما او رو به سمت او دارید فشار میدید. هر چقدر که شما با دخترتون سخت گیرتر باشید، او با اون پسر متحدتر میشه. بنابراین من اگر جای شما باشم، مادر و پدر و دختر با یک روانشناس یا یک مشاور خانواده مشورت کنین، در حضور او همگی مسائلتون رو، نظریاتتون رو، نگرانی هاتون رو بیرون بیارید و بگذارید که دخترتون با شما به یک نقطه تفاهمی برسه که هم او آنچرا که الان شدیداً میخواهد حس کنه به شکلی محدودتر داره و هم شما حس کنید آنچرا که شدیداً نمیخواهید نگرانش نباید باشید، چون اتفاق نمیافته. خیلی متشکرم. شما تاکید میفرمایید که ما حتما با یک روانشناس صحبت بکنم یا همون خط مشی رو که حضرت عالی فرمودید که من بگم که به واسطه رشته تحصیلی و اینکه مطلب دیگری هم که فرمودید، اینکه این پسر رو من به عنوان اون دامادی که دوست داشتم نمیتونم بپذیرم. آیا فکر میکنید که اگر این مطالب رو بگم باز لزومن باید حتما با یک روانشناس هفت نفر ما نشستی داشته باشیم؟ یا من فکر میکنم بسیار کمک میکنه، نه همگی، باز شما قشونجم نکن، شما و پدر و دختر با یک روانشناس مشورت کنید، بعد اگر لازم بود نفر چهارمی که باید وارد این رابطه بشه فقط اون پسره که محدودیت هایی رو که خانواده با دختر به تفاهم رسید به او هم تفهیم کنید. خواهش میکنم. خیلی متشکرم خانم دکتر مجددن لطفه. و انشالله که معید باشید و ما هم واقعا از وجود شما، از محبت شما همواره مستفیض بشیم. خیلی متشکرم. خواهش میکنم. تمنا میکنم. من همه تالی بفرمید. دوست عزیز با شما هستم. بعد از این سوال خواهش میکنم که امکان ورود نیلوفر رو به استودیو مسئولین فنی برنامه فراهم بکنم. بفرمایید دوست عزیز با شما هستم. جان دلم. الو جان دلم بفرمایید. سلام خانم دکتر، احوال شما؟ خیلی ممنون، متشکرم برای وقتی که برای ما میذاری. خواهش میکنم. میخواستم راجع به پسر 24 سالم با شما صحبت کنم. بله. اون 24 سالش خانم دکتر و هنوز گمه، یعنی خودش اینجوری میگه که یعنی زندگیش از 15 سالگی به بعد تا به حال هیچ تغییری نکرده. بعد فیکس میشه یه جایی، خودش میگه که مثلا مدرسه که بوده زنگای تفریح میرفته توی دستی خودش رو قایم میکرده، برخواد نداشته باشه با بچه ها. هلو ببخشید، مثل که شما رو ما نداریم. خب من اجازه میخوام از پریسای عزیز که یا یه آهنگی یه چیزی بذاره که نیلوفر به استودیو بیاد و ما بقیه برنامه رو برای پاسخگویی به سوالات کودکان و نوجوانان و هم بزرگسالان، چون من تا 12:30 در کنار نیلوفر خواهم بود و بعد هم از 12:30 تا 1 او صرفا به سوالات کودکان و نوجوانان پاسخ خواهد داد. روی خط باشید عزیزم. من شما رو بله بفرمایید. سلام علیکم. سلام. شما روی خط لطفا باش تا چند لحظه دیگه که نیلوفر به استودیو میاد. بله مرسی، خیلی خواهش میکنم. خانه دوست کجاست؟ الهام قادریان، متخصص امور سرمایه‌گذاری مسکن، زمین، پلازا و هر گونه مستغلات تجاری و عضو رسمی انجمن مشاورین مسکن کشور کانادا. تلفن تماس
416-710-710-4 تورنتو، کانادا. خانه دوست کجاست؟ خانه دوست را یافتن و یا برای دوست خانه یافتن وظیفه شیرین است. من دلبسته خدمت به شما هستم. www.ilhamevalerian.com سالن زیبایی و آرایش هلن، سالن آرایش هلن زیبایی شما را دوچندان می‌کند. سالن آرایش و زیبایی هلن در شهر شرمنوکس. تلفن تماس 818-981-7119. خوش رنگ، خوش عطر و خوش طعم چای مرغوب شرقی به سبک ایرانی. چای انیسا. چای انیسا در طعم‌ها و اندازه‌های گوناگون. هر چای انیسا را بنوشید به یک فنجان اکتفا نخواهید کرد. برای سفارش به سایت www.anisatea.com مراجعه و یا با تلفن 1-888-992-6472 تماس بگیرید. گرامی، با درود فراوان به برنامه نگاهی به درون خوش آمدید. من نیلوفر فرنگی زهیری هستم. این دوربین باید نگاه. بله. من خوشحالم که اینجا ساعتی دیگه خدمت شما خواهیم بود در رابطه با پاسخگویی به سوالات شما. میخواییم با سوالا شروع بکنیم. بفرمایید دوست عزیز که رو خط بودید، بفرمایید. آخ من اومدم این دکمه رو زدم، ایشون رو خط بودن، قطع کردم خطامونو همه رو. ببخشید ما رو دوستان، دوباره بگیرید. من یه دکمه ای رو اشتباهی زدم و همه خطوط رو قطع کردم. خب میخواین یه بحثی رو دنبال بکنم؟ بفرمایید دوستان بیا. میدونم که ولی یه بحثی در رابطه با دو فرهنگ بودن ایشون. خیلی وقت بودید. بله میخواین اینو بگیریم. بفرمایید دوست عزیز. الو سلام علیکم جانم، بفرمایید.
ببخشید من رو خط بودم بعد قطع شد. همه خط و قطع شد. بله بفرمایید، اشتباه من بود. نه خواهش میکنم، من سوالی داشتم خدمتتون راجع به پسر 18 سالم. بعد میخواستم ازتون بپرسم ببینم که چی کار میتونم بکنم. بفرمایید. قبلا خیلی بچه هفت گوشکنی بود و هفت گوشکن که مثلا احساس میکردم داره به حالتی که به اجبار مثلا حرف گوش میکنه و اطاعت میکنه، شاید برخلاف میل باطنیش داره این کارو میکنه، ولی الان که یه خورده بزرگتر شده و چیز شده کاملا راحت مثلا به این حرف میزنه، میگه این لایست منه، من خودم میدونم چیکار باید بکنم و میگم تصمیم چیه برای آینده، هیچ گونه چیزی به هم نمیده، بعد میگه این لایست خودم، خودم میدونم چیکار باید بکنم. و البته نگفته نمونه که حدود 10 سالم هست پدرشون رو ندیدن. بعد الان چرا پدر رو ندیدن؟ پدر تو ایران هستش، اینا اینجا هستن. چطور پدر نیومده برای دیدن بچه ها؟ ویزا بهش ندادن. بعد اینه که الان بعد 10 سال بچه ها رو میخوام ببرم که پدرشون رو ببینن. بعد حقیقت نمیدونم که چه عکس العملی خواهند داشت و به چه شکل خواهد بود، نمیدونم. سوالتون الان چیه به طور اساس؟ به طور اساسی سوالم این هستش که چطور میتونم اینو چیزش بکنم که به حساب بتونه یه حالتی بشه که متوجه این بشه که تو زندگی خود بیشتر مثلا اطاعت از پدر مادر بکنه، که به نفسش دارن صحبت میکنن، خیلی پیرو این شده که دوستم اینو میگه، دوستم اونو میگه، یه همچه حالتیه. گفتید 18 سالشه؟ بله 18. و شما انتظار دارید از شما و پدرش اطاعت کنه؟ نه به اون شکلی که حتما مثلا بخواد حرف من باشه چیز باشه، یه حالتی که مثلا اگه چیزی رو که به ضررش هستش دارم بهش به حالت نصیحت میگم، خودم هم هیچ نصیحت رو دوست ندارم، مثلا به حالت یه قصه داستانی چیزی میام با اشتید میکنم یا مثالی میزنم که فلان کس رو ببین اینا، بعد فوری چیز متوجه میشه میگه داری راجب من میخوای مثلا اینو بیاری بچسب کنی به من، منظورت به من مامان. ببینین اطاعت و پیروی یا اون چیزی رو که ما اینجا بهش obedience میگیم یه جنبه فرهنگی داره، یعنی دیدن که بچه هایی که از کشورهای شرقی میان، بچه هایی که از خانواده های ژاپنی هستن، چینی هستن، هندی هستن، ایرانی هستن، اینا معیار هوش و اون چیزی که ما بهش انتلیجنس میگیم بر اساس همین اطاعت و پیروی و اوبیدینس میاد. یعنی چی؟ یعنی بچه هایی که میتونن به خوبی رابطه‌ای برقرار بکنن با اینکه چه موقع و به چه صورت اطاعت و پیروی یا همون اوبیدینس رو به کار ببرن، برای اینکه کار خودشون رو راه بندازن و یه احترام و آبرویی برای خانواده‌شون داشته باشن و یه جنبه یه بار فرهنگی خیلی غنی داره. اتفاقا دیدن وقتی که روانشناسان یا معلمین یا اساتید اینجا از کشورهای غرب که بیشتر معیارهای فردگرایی حکم فرما اون هست، دیدن اینا خیلی درکشون از این مسئله مطیع بودن یا پیرو بودن خیلی فرق میکنه، یعنی اونا پیرو بودن و مطیع بودن رو برابر عدم اعتماد به نفس میبینن، برابر این میبینن که فرد ضعیف هستش، در صورتی که عقیده‌ای از خودش نداره، در صورتی که در کشورهای شرقی به هیچ وجه اینطور نیست. حالا ما به این بنبست میرسیم یا به این نقطه میرسیم که باید ببینیم که به چه اندازه و به چه صورت این پیرو بودن و مطیع بودن برای فرد و جامعهش یا خانوادهش خوبه. یعنی این دیگه از اون خصوصیاتی هستش که در زندگی امروزه، در زندگی مدرن، مغزی که مغز مدرن هستش و تکامل یافته هستش، باید این رو برای خودش روشن بکنه. خیلی میتونه سخت باشه، دشوار باشه، چرا که بعد یک فرهنگ و یک کوله باری میایم از گذشتمون که از روی عادت‌ها و ذهنیتی که داشتیم، شاید این انعطاف پذیری برامون مشکل باشه، ولی خب خیلی از خانواده‌ها رو می‌بینیم که این کارو می‌کنن، یعنی میدونن چه موقع پیرو بودن و مطیع بودن نوجوانشون رو بهش اهمیت بدن. من خودم فرمول خودم رو پیدا کرده بودم در مورد اطاعت.
همیشه... من یا با خودتون؟ نه با مادر. با مادرتون. بله. با شما که نه، با شما یاد گرفتم از شما اطاعت کنم، هیچ مشکلی پیش نمیاد. ولی در رابطه با مادر پیدا کرده بودم فرمولو، همیشه چشم میگفتم ولی انجام نمیدادم. نه، و من فکر میکنم درباره ما اگر بخوایم، من و شما اگر بخوایم صحبت بکنم، کمتر من این کارو میکنم، ولی خب این از اون مواردی هستش که برای شما شاید جالب باشه و مفید باشه، سازنده باشه. این هستش که من یادمه که مواقعی که ما میشستیم و میتونستیم باز درباره یک موضوعی صحبت بکنیم و شما احترام میذاشتی به عقاید من و من متقابلا احترام میذاشتم عقاید شما و ما میتونستیم به یه نقطه تفاهمی برسیم که نه، من پیرو بودنم و مطیع بودنم برای هویت و اون ایدنتیتی خودم به صورت ناسالم هستش و نه این طغیانگری یا اون احساسی عصیانگری که میخوام نشون بدم که من این نوع آدم هستم. این بخشی از همون بحران هویت نوجوانان هستش. شما هم اون رو درک میکردی و میذاشتی که من هم اندیویدوالیتیم و اون اندیویدویشنم رو به صورت سالم جلو ببرم. منم توصیه‌ام برای مادر پدرها همینه، یعنی واقعا باید یه رقصی بین خودتون و نوجوانتون پیدا بکنین، درکش بکنین، شناسایی بکنین که از یه طرف اونها بتونن با شما احترام بذارن، شما متقابلا به ارزش‌ها و باورهای اونها احترام بذارین. و خیلی از اوقات من دیدم موقعی که مادر و پدرها آشنا نیستن با دنیای نوجوانشون، این بزرگترین مشکل میشه. برای اینکه اگه شما ندونی که چی تو دنیای من مهمه و چی پاپیولر هستش، چی محبوبه، چه نیازی من دارم برای اینکه محبوبیت داشته باشم، رشد بکنم با همانند خودم، با پیرز خودم، اون وقت شما دچار یک ابهامی میشین یا طرز فکرتون با من جور در نمیاد. اون اتونمنت رو ما با هم نخواهیم داشت. آره، یکی از مهمترین نگرانی های مادر و پدرها وقتی مسئله اطاعت رو مطرح میکنن این هست که فکر میکنن اونها چون تجربیات بیشتری دارن میتونن بچه ها رو هدایت کنن که با کمترین خسارت به بالاترین مقصد و هدف دسترسی پیدا کنن و خب ما میدونیم این کار نمیکنه. همینطوره، این کار نمیکنه، برای اینکه بچه ها باید اشتباهات خودشون رو خودشون بکنن و از اشتباهات خودشون، هیچ بچه ای از اشتباهات مادر و پدر یاد نمیگیره. دقیقا. حالا همینه هم که شما میگید که تا میام نصیحت میکنم، الان تو آمریکا که دیگه دیدیم بچه های 3-4-5 ساله تا مادر میاد یه چیزی بگه که بویی از نصیحت میاد دستاشونو میکنن تو گوششون، میگن don't preach. بله دقیقا همینطور، میگن don't preach. البته یکی سال من این هستش که من الان بعد 10 سال که اینو میخوام ببرم دوتا پسر رو که پدرشون رو ببینن، آیا فکر میکنید مثلا چرا به زور میخواییم ببرین؟ نه اینا خودشون میخوام برن. اصلا چیز نیست که من میخوام به زور ببرم. بعد آیا شما سلام میدونید که مثلا مشکلاتی که اینطوری من دارم با پدرشون در میون بذارم که اونم بخواد یه حالتی که صحبتی بکنه یا نه؟ ببینید، شما دارید الان در واقع سوالتون رو بذارید من ریفریز کنم. شما دارید میگید که من که زورم به اینا نرسید، وقتی میرم باباشون رو میبینم به باباه بگم چه خبرها هست که بلکه اون زورش به اینها برسه؟ نه، به این حالتی که مثلا زور، چون تا اون حد نیستن که بخواد واقعا خدایی آدم صحبت کنه که هر شنوایی نداشته باشن و اینا، یه حالتی که نمیخوام مثلا توی همین این جامعه خودتون میبینید هزاران گونه مشکلات هست، تو مشکلات کشیده بشن میخوام یه حالتی باشه که یه خود بیشتر چشمشون باز بشه، بیشتر مثلا نسبت به مسائلی که گوشه کنار میگذره آگاه تر بشن از این نظر. بله، ببینین، این آگاهی رو شما با به اصطلاح نصیحت خیلی کمتر میتونین
بیاموزین تا اینکه عملاً بهشون سه کار رو یاد بدین. و معمولاً هم این پروسه‌ای هستش که از نوجوانی شروع میشه، یعنی از دیگه الان بچه‌ها از 7-8 سالگی شروع میکنن این پروسه رو با مادر و پدرشون. و این به این ترتیبه که سه بخش برای تصمیم گیری مادر و پدر تمرین میکنن و یاد میدن به بچه‌هاشون. چون ما میدونیم که در موقع پیر پرشر یا اون چیزی که فشارهای اجتماعی یا دوستاشون هستش، که نگرانی خیلی از مادر و پدرها استفاده از مواد مخدر هستش، الکل خوردن هستش، سکس داشتن هستش و غیره، تقلب کردن رو امتحاناتشون، و خب یه لیست بلند بالایی داره. ببینیم حدود 30 ثانیه زیر یک دقیقه احتیاج داره که با تمرین پسر شما بتونه تصمیم و انتخاب درست رو بگیره. تحقیقات نشون میده که اگر بالاتر از یک دقیقه وقت بگذره، به خاطر اون بحران‌های هویت، به خاطر اون محیطی که جوونا و نوجوونا توش هستن، تصمیم درست مشکل‌تر میشه. برای همین شما باید با تمرین، اون چیزی که ما اینجا بهش سکت و یا مثل هنرپیشه ها که یه سینی رو، یه صحنه ای رو شما براشون به اصطلاح به وجود میارین و بعد ازشون میخواین که بگن تو این موقعیت مثلا چه کار میکنن، این از سن کوچیکی شروع میشه. اگر این کار رو باهاشون نکردین، از همین الان میتونین شروع بکنین. یه مقدار باهاش وارد گفتگو بشین در رابطه با این که مثلا در این موارد چه تصمیمی رو میگیره. برای بچه های بزرگتر، تینیجر، شما فرمودین 18 سالش هست پسرتون، بیشتر باید از طریق قصه گویی و از طریق شاید استفاده از تلویزیون مثلا توجه بکنیم به برنامه هایی که او علاقه داره، و تو اون برنامه ها حتما شما مواردی رو پیدا خواهیم کرد که با استفاده از گفتگویی در اون رابطه شما میتونین یه پیامی رو، یه آگاهی رو بهش بدین و ازش بپرسین که او چه انتخابی میکنه، چه تصمیم میگیره، مواردی رو که براش یه حالت دودلی به وجود میاره. این تمرین میخواد. ولی در رابطه با سوالتون که به ایران میرین با پدر چگونه رفتار بکنن، چون دور بودن از پدرشون، احتیاج دارن به یه دوره‌ای از وقت که با پدرشون یک باند، یک دلبستگی، یک اتچمنتی رو دوباره به وجود بیارن. و در مرحله اول اگر این به صورت مثبت، به صورت سالم جلو بره، امن باشه این همبستگی و دلبستگی که دارن، خیلی راحت تر شما میتونین از پدر در رابطه با پدری استفاده بکنین و کمک بکنن برای بزرگتر. من که توصیه‌ام این است وقتی رفتید ایران یه هفته شما برید مرخصی، بذارید پدر و دوتا پسر با هم تنها باشن و شما هم یه نفسی بکشید. فکر میکنم از رو خط رفتید. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستی. سلام عرض کردم، احوالتون چطوره؟ بفرمایید. حال شما خانم دکتر فرمودی جونم، من شما رو خیلی دوست دارم. الان 20 ساله دورادور با شما آشنا هستم. به مزاحمتی داشتم خدمتتون، قبلا هم تلفن کردم، متاسفانه مزاحم دختر خانمتون شدم، در صورتی که به هر حال نمیخوام وقت رو بگیرم. خانم دکتر، من خیلی اضطراب دارم، خیلی ترس دارم، خواستم ببینم که شما برای این اضطراب و ترس من یه پیشنهادی دارین. میدونم که با دادم قبل دکترم رفتم، دوام گرفتم، حتی دکتری که با هم صحبت بکنه اونم رفتم، ولی با این که دواها رو میخورم اون ترس و اضطراب و دائم با منه. من یه زن 58 ساله هست. خب شما علاوه بر دارویی که میخورید، خب میبایست همزمان با یک روانشناس هم صحبت کنید. بله کردم. خب میدونی خانم دکتر، من متاسفانه اینجا نمیتونم برم دکتر، بنا به دلایلی بیمه ندارم و چیزای دیگه که دارم. خب پارسال که من رفتم ایران شدیداً افسرده بودم، نمیدونم اسمش، حالا مردم میگن افسردگی، اصلا اشتها به غذا نداشتم، هیچی نمیتونستم بخورم، دائم میترسیدم، یعنی ترس خیلی ناجور، مثل یه بچه‌ای که انداخته باشن جلو ده تا شیر اونجوری. یه اتفاقی افتاد که مجبور شدم برم ایران، بر من خوب بود. اونجا رفتم دکتر به من دارو داد، اون داروها رو چیز کردم، بعد خود همون دکتری که دارو داد
منو فرستاد پیش یه دکتر روانشناسی که صحبت بکنم. من رفتم با اون آقای دکتر روان در تبریز بود. با اون دکتر آقای روانشناس صحبت کردم. بار دومی که من رفتم پیش ایشون با صحبت کردم دارم میخواست برم چون اونجا میتونستم دکتر برم. بعد به من گفتش که تو میدونی چته، تو میتونی که از تو این اصطلاحو گفت تو بالای دیواری لبه دیواری میپری اینور نمیدونم از اینجور چیزا، گفت هیچ احتیاجی هم نیست چون مریضا میام پیش ما میگردیم ببینیم چشه، ولی تو که حرف میزنی خودت میدونی چته. برای خاطر این خب اومدم، حالا دواها رو آوردم از ایرانم خریدم آوردم، دواها رو اینجا میخورم، ولی باز به محضی که مثلا یه چیز البته یا کوچولو یا بزرگ پیش میاد سعیم میکنم که خانواده‌ام نفهمم، بچه‌م و شوهرم نفهمم، ولی دائم در اضطراب و ترس غریبی هستم. بله، اجازه بدید که من این سوال رو بکنم. اون آقای دکتر گفت مسئله تو مشخصه چیه؟ هیچ وقت به شما گفت و شما ریشه این ترس و اضطراب رو پیدا کردی؟ بله، من پیدا کردم که من از بچگیم براش گفتم اتفاقاتی که برام افتاده بود، همه چیز رو صحبت کردم تا رسیدم به چیز. به من گوش کرد، هر دفعه یک ساعت بود. همون جلسه اول به من گفتش که خانم شما پیدا کردی که چی داری، و خیلی هم حالا یا تعارف میکرد یا چیز، خیلی هم به هم تبریک گفت خیلی خوب وایش دادی در مقابل چیزایی که بوده از بچگی برات بوده و تو میدونی چته. چون میدونی چته نیازی نداری که ما مریضامونو میاریم باهاشون حرف میزنیم که بفهمیم چشونه، ولی تو میدونی که از چی میترسی، از چی ترسیدی، چرا این ترس باهاته، چرا چیز هستش. گفت همه اینا رو میدونی و باید چیزایی که میگن، گفت باید هر کس که هر مشکلی داره واگذار کنی به خودش، کاری نداشته باشی. یعنی تو اگه بچت مشکل داره، اگه شوهرت مشکل داره، اگه برادرت مشکل داره، متاسفانه من یه برادری هم دارم داشتم که در ایران، اونم 63-64 سالش بود، سکته مغزی کرد وقتی من به خاطر اون رفتم، و ایشون هم همون حالتهای منو داشت، همون حالتهای ترس و بی اشتهایی و این چیزا رو، و فوت کرد وقتی من برگشتم اینجا. فوت کرد. من خیلی دلم میخواد، ببخشید خانم دکتر وقت میگیرم، ولی من خیلی دلم میخواد که نترسم، یک جوری باشه که نترسم. هم هر روز به خودم بگم، میگم نباید ترسید، مولانا رو میخونم، مولانا رو تفسیراشو گوش میکنم یا هر چیزی که چیزه، ولی نمیدونم این ترس با همه، این اضطراب با همه داره. خب اجازه بدید من اول یه سوالی از شما بکنم. شما گفتید 58 سالتون. بله. آیا این ترس و اضطراب و تشویش در از موقعی که مثلا از 7-8 سال پیش شدیدتر شده یا نه همیشه همینطور؟ همیشه بوده خانم دکتر، همیشه بوده. از 7-8 سال پیش خب شدیدتر شده. من 45 سالم بوده از چیز منفاس شدم یا ایسه شدم. بله. خب اون وقت شما برای بعد از مناپاز هورمون گرفتی؟ نه 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 هورمون من اینجا چون دخان دکتر نمیتونم برم، برای خاطر این مثلا نه هورمون نگرفتم، چیز نگرفتم همین. حالا یه سوال دیگه این که آیا شما هیچ وقت برای آزمایش تیروئید گواتر به متخصص مراجعه کردید که ببینید آیا پرکاری یا کمکاری یا تیروئید دارید یا نه؟ در ایران هم چنین آزمایشی را نه متاسفانه نکردم. اگر که یه دفعه دیگه برم حتما شما میگین این خوبه بکنم. یکی از دلایلی که من اینو میگم برای اضطراب و ترس و افسردگی، ما اول میبایست مطمئن باشیم که هیچ علت فیزیکی بیوشیمیایی وجود نداره. ما تمام این حالاتی که شما میگید در مورد پرکاری یا کمکاری تایروئید هم این رو ما میبینیم. حالا این نکته که گفتید، پزشک متخصص شما به شما گفت تبریک میگم که شما علتش رو میدونین، خب دیگه احتیاج به درمان ندارین، این عجیب و غریب ترین توجیهی است که من از یک متخصص ممکن بشنم. نگفت که احتیاج به درمان نداری، گفت احتیاج نداری که بیای پیش من.
خب حالا من همین میگم عجیبه، یعنی درست در اون نقطه هست که شما احتیاج دارید با یک روانشناس کار کنید. سوال بعدی اینه که آیا دارویی که به شما در ایران دادم فلاکستین هست؟ نه فلاکستین نبود، فلاکستین به من نیفتاد، فکر کنم یه کپسولی بود که اصلا نیفتاد. یه دوای دیگه به من دادن اسمش هست ترازدین جان. ترازدین حالا میخواستم ببینم از روی دارو بفهمم ببینم تشخیص سیتالوپرام به هم دادن چی؟ سیتالوپرام سیتالوپرام بله. بله من خیلی این دارو رو نمیشناسم ولی میدونم برای افسردگی در ایران این رو میدن. یکی هم یه دوایی به هم دادن که صبح بخورم، البته اون دکتر دو تا دکتر من رفتم، یکی دارویی بود یکی فقط حرف زدن بود. آپو آلپرازا. بله احتمالاً اون دکتری رو که باید با شما صحبت میکرد شما میبایست ادامه میدادید. بله من ازشون خواهش کردم برای اینکه اونجا من میتونستم آفورد کنم، بهشون گفتم که من بیام پیش شما با هاتون حرف بزنم. گفت خانم شما میدونی که چته؟ گفت من با تو حرف میزدم که بشک، البته خب با هم صحبت کرد، به هم گفت نباید بترسم، به هم گفتش که آخه ببین همینجا من گاهی اوقاتم تو همین لس آنجلسم این برنامه های رادیویی رو که گوش میدم در واکنش به سوالاتی که میشه، مثلا دیروز دیشب من از یه جایی میامدم 12 شب اتفاق افتاد که خانم جوونی رو دیدم داره میگه که من احساس میکنم بعد از اینکه مادرم مرده افسرد، احساس میکنم ناراحتم، افسردم، قبول مسئولیت نمیخوام بکنم و غیره. من شنیدم که در پاسخ میگن یعنی چی نمیخوای احساس مسئولیت کنی؟ مگه میشه تو پشت ماشین نشستی؟ مگه میتونی بگی نمیخوام رانندگی کنم؟ تو بچه داری؟ دادادم. آخه کار روانشناس و کسی که این نقش رو داره در اون نقش نشسته یا در واقع تراپیست این هست که، یعنی من دیشب که داشتم میشنیدم این خانم، اولین چیزی که به ذهنم رسید اینه که این دختر جوان داره میگه من افسردگیم به اون حدی رسیده که قدرت حمل مسئولیت هایی که بر دوش من نهاده شده ندارم. منم دیگه با اون چیز قبلا میتونستم بکشم، همینه که ببخشید مثلا قبلا میتونستم این ناراحتی ها رو بکشم، یعنی درونم میرفتم، ولی الان فیزیکی یعنی کاملا بی اشتها میشم، حتی نمیتونم دائما دهنم خشکه، حتی نمیتونم مثلا یه چیزی رو بذارم، یه حبه خرما بذارم تو دهنم قورت بدم، حالا حتی بوی غذا حالمو به هم میزنه، یعنی به اون درجه میرسم. خیلی خوب، درست تو همین مرحله که یه موجودی داره میگه که من توان انجام مسئولیت های زندگیم رو ندارم یا در یک موقعیتی موندم، که درست کار روانشناس از اینجا تازه آغاز میشه و دعوا کردن و ملامت کردن و نصیحت کردن و اولدورم بولدورم کردن با مراجع کار روانشناس در واقع نیست. کار روانشناس، کار تراپیست این هست که در اون مرحله که شخص داره حال خودش رو گزارش میده ببینه که چه نیروهای کمکی، ساپورتی به اصطلاح تراپی، یا اینکه چه نیروهای کمکی در اون لحظه میتونه به شخص کمک کنه. شما اینکه خودت میدونی چرا میترسی ولی باز هنوز میترسی به خوبی نشون میده که رابطه بین آگاهی شما و سیمتوم های نشانه های شما به وجود نیامده، بلکه این آگاهی شما میبایست گشتی بزنه، سیری کنه از تاریک خانه های حسی و وجودی و عاطفی شما، به آن گونه عبور کنه که در پایان این راه توان کنار آمدن با آنچه که میدانید پیدا کنه. و این درست اون کاریه که اول در یک ساپورتیو تراپی، بعد خب به اصطلاح ایموشنال راشنال تریتمنت ادامه پیدا میکنه و اون ساپورت در درجه اول با روانشناس آغاز میشه. اینکه شما حس کنید روانشناس نمیخواد شما رو در این مرحله عجز و ناتوانی تنها بگذاره. نه به من گفت نه یا دیگه از جلسه دوم
به من مثلا یکی از چیزایی که من دارم گفتم مزاحم دخترتونم شدم اون روز خدمتشون گفتم و پشیمونم هستم برای اینکه چیز ایشون نبود ازشون عذرخواهی میکنم. مثلا من دائم خانم دکتر از آژیر پلیس خیلی میترسیدم، همیشه میترسیدم. با خودم هم میگفتم آخه من کاری نکردم که من یعنی پلیس ببینم میترسم. بعد که یه مقدار اینجا از زمانی که آمدیم اینجا یه مقدار با خودم فکر کردم، وقتی من نمیخوام وقتتون رو بگیرم یکی از چیزا و هزاران اینجوری هزاران دلیل دیگه. بعد یادم افتاد که زمانی که من بچه بودم سالای 30-32 پدر من سیاسی بود در تبریز و ایشون فرار کرده بود و خونه ما پلیس زیاد میریخ، پاسبان زیاد میومد، حتی من و مادرم و چندین بار با هم من بغلش بودم زندان برده. اون یک چیزای خیلی آنچنانی رو اون موقع دیدم، مثلا توی آدمای خونی دیدم، آدمای چیز دیدم، نمیخوام سرتون درد بیارم. اینجور مثلا خودم پی بردم که من به خاطر اینه که من از پلیس خب همینجا بیستی. شما همین پدیده‌ای که برای من تعریف کردید این PTSDه، یعنی به اصطلاح شما در یک تروما، در یک وضعیتی یک ضربه روحی رو تجربه کردین که حال شما یا تصویری که اعصاب شما از اون صحنه در اون زمان گرفته و ترشحات قدرت داخلی شما که در اون موقع با اون وضعیت شما با اون مسئله اون موقعیت یک تجربه رو در حافظتون ثبت کردین، این اونجا هست. هر چیزی از طریق شباهت یا چیزهای دیگه، حالا ولی ما شباهتش رو اینجا میگیریم. حتی من ببخشید تو تلویزیون مثلا صحنه زندانی ببینم زود بر میگردم. بله خب اجازه بدید که من این گفتگوم، چون من الان باید از تلویزیون برم و بقیه برنامه رو به نیلوفر بسپرم. بنابراین حالا الان میدونیم، ما امروز میدونیم با پیشرفتهایی که در درمان PTSD شده میدونیم که حتی الان وقتی از مراجع میخوان، حالا نه فقط تنهایی خودش بلکه در حضور روانشناس و درمانگر و روانپزشک وقتی میشینه و به اون حادثه میره، علاوه بر تلاشی که روانشناس میکنه برای اینکه حافظه عاطفی این ماجرا رو که در زمان کودکی اتفاق افتاده با حافظه عاطفی شمای بزرگسال در امروز و این زمان اینا را از هم جدا کنه، علاوه بر این حتی الان میان از طریق تغییرات شیمیایی که در دستگاه اعصاب خودکار به وجود میاد، یعنی با دادن مثلا یه قرصی هست که برای بیماران قلب میدن به نام ایندرال، الان در درمان PTSD میان به مریض موقعی که داره با روانشناسش صحبت میکنه ایندرال میدن که یه قرصی هست که فقط اعصاب خودکار رو به طور موقت از کار میندازه و سبب میشه که شما وقتی قصه رو میگی بار عاطفی قصه بهش نچسبیده و اعصاب خودکار همون تجربه‌ای رو که در حافظه ثبت شده دوباره ثبت نمی‌کنن و دوباره حافظه جدید از اون ماجرا به وجود نمیاد و شما یه تجربه پیدا می‌کنی که اون ماجرا رو گفتی اما قدرت داخلی و دست و اعصاب خودکار همون کاری رو نکرد که در اون روز میکرد و به این ترتیب میگن بار عاطفی یک خاطره دردناک ازش جدا میشه و قصه میمونه اما بار عاطفی و هیجانیش جا میمونه و به این ترتیب شما درمان. من اعتقادم اینه که شما هنوز از طریق گفتار درمانی وقتی در ایران امکانشو دارید در اونجا با متخصص دیگه‌ای که اعتقاد داره به حمایتی عمل کردن خودش با شما ادامه بدید، حتما این کارو بکنید و داروهاتون هم که خب زیر نظر روان
پزشک دارید میگیرید. من متاسفانه باید از شما خداحافظی کنم. برافرم دکتر، یک دنیا ممنون. استدعا دارم، استدعا میکنم. از دخترتونم عذر میخوام، اون روز مزاحم شدم. اجازه بدید که دوستان عزیز من از حضور شما مرخص بشم تا پنج شنبه که در برنامه جنگ بامدادی با استاد فرهنگ فرحی گفتگو خواهم داشت. از شما خداحافظی میکنم. بقیه برنامه رو نیلوفر برای پاسخگویی به پدران و مادران جوان که با کودکان و نوجوانان شما مشکل دارن در خدمت شما خواهد بود. روز و روزگار به شما دوستان و به شما خوش. از شما خداحافظی میکنم و با بینندگانتون روی خطوط باشید. بله، خب بریم به دنبال خطوط. بفرمایید بیننده عزیز، شما رو خط هستید. سلام خانم دکتر. سلام عرض کردم. به وقت مزاحم شدم. خواهش میکنم. منم همینجور ناراحتی اعصاب دارم و به شدت بعضی وقتا به شدت گریه میکنم. چهار سال این ناراحتی رو پیدا کردم و همون قرصی که مامان گفتن رو من میخورم و نمیدونم چی کار بکنم و همیشه نیستم، ولی یک دفعه این منو میگیره به طوری که من شروع میکنم ممکنه یک ساعت شدت گریه بکنم. بله، یعنی نمیدونم چی کار بکنم. مرتبا به نظر دکتر هستم. شما تشخیص افسردگی بوده براتون؟ بله، افسردگی. بله. افسردگی بوده. بله. بله. و بعد نوع افسردگی رو به شما توضیح دادن که از چه نوع افسردگی شما تشخیص داده شده؟ نه نه، اینجا من ایران زیر نظر آقای دکتر انصاری بودم، خیلی خوب بود، ولی از اون وقت اومدم اینجا البته یه اشتباهی کردم، اومدم دندونامو اینجا کازمتیک سرجری کردم، بعد مغز من قبول نمی کرد اینو، رو اعصاب من خیلی فشار آورده خانم دکتر. ببینین نمیدونم بعضی وقتا که این حساسی این دندون من، مغز من هنوز اینا رو قبول نکرده، اون شدت اعصاب به من فشار میاره، خیلی خیلی منو تحت فشار قرار میده و خانواده بنده خدای من همینجوری در عذاب هستم. خودم هم در اون ساعت احساس خیلی خیلی گناه میکنم، فکر میکنم که من چرا باید خانوادم رو دوچار این کار بکنم. یه بچه دارم، بچه من بدبخت منو هی میکشه، دکتر میکشه این بر، ولی اینجا هم رفتم دکتر، ولی به دکتر چون هی قرصا رو عوض میکرد و منو بیشتر توی التهاب مینداخت و دل درد میگرفتم نرفتم، همون قرصای خودم رو میخورم. بله، ببینین برای درمان اختلال روانی میبایست حتما به یک دوره تشخیص و سپس درمان شما عهد و تعهد ببندین، یعنی یه دوره طولانی مدت این رو ببینین، به خصوص در رابطه با این نوع افسردگی که شما الان میفرمین. شما باید یه مقدار بیشتر در تشخیص این که آیا این اختلال دو قطبی هستش، یعنی افسردگی هستش که شما دارای اختلال دو قطبی هستین یا همون بایپولار، و خب یه دوره هایی افسرده میشین، یه دوره هایی دچار شیدایی و به اصطلاح این اختلال شیدایی میشین، و یا آیا اینکه این افسرده خویی از نوع به اصطلاح کمترش هستش، اونقدر شدت نداره، کلینیکال نیست. یه مقدار در تشخیص ریشه این افسردگی یا افسرده خویی و نوعش شما باید وقت بذارین. موقعی که این تشخیص داده میشه، بعد بر اساس شفافیت این تشخیص و اختلالاتی که از این نوع تشخیص برای شما به وجود میاد، شما به درمان اون میپردازین که ما میدونیم در رابطه با افسرده خویی یا افسردگی یک جنبه بیوشیمی و
به اصطلاح روان پزشکی داره از طریق دارودرمانی، همونطور که فرمودین یه جنبه روانکاوی و یا روان درمانی داره که یه مقدار شما بیشتر با اون ریشه های روانیش آشنا بشین. یه تعهدی باید بکنین به درمان. چه کسی باید اینو تشخیص بده؟ ببینین، روان پزشک بخش فیزیکیشو تشخیص میده، بخش بیوشیمیشو میتونه تشخیص بده. پزشک داخلیتون شاید بتونه اون ناراحتی هایی که شما فرمودین از جراحی لثه یا از هر به اصطلاح درمان دندون و به اصطلاح اون کاری که دندون پزشک با شما انجام داده، اینا یه اون چیزی که ما بهش مولتی دیسیپلینری تیم اپروچ میگیم، یعنی اینکه شما از طریق چند پزشک و اینکه مطمئن باشین که این پزشکان با همدیگه صحبت میکنن، که معمولا پزشکان اینجا آمریکا این کارو خیلی به خوبی انجام میدن. یعنی همون جلسه اول که شما تشریف میبرین از شما یک ورقه ای رو میگیرن که اجازه میدن با دندان پزشک، با روان پزشک، با پزشک داخلیتون شما در تماس باشن و اینا شروع میکنن به تبادل نظر و جمع‌آوری اطلاعات که شما رو به صورت کلی و بهتر بشناسن و بشناسن که این دردی که شما دارین، حالا درد فیزیکی یا درد جسمی در برابر روحی روانی، به چه صورت هستش، از کجا منشأ میگیره. بر اساس اون وقت شما رو درمان میکنن. همونطور که فرمودین روان پزشکتون دارو درمانی به کار میبره. اگر دارویی که شما استفاده میکنین به شما نازیا میده یا به اصطلاح یک نوع عوارض جنبی داره، اون وظیفش و مسئولیت کارش حرفه‌ایش اینه که به اصطلاح دارو رو عوض بکنه، با شما کار بکنه تا داروی به اصطلاح خوبی برای شما شناسایی بکنه. این کار روان پزشک هستش و الان خیلی بیشتر روان پزشکایی که من باهاشون کار میکنم از طریق trial and error، یعنی امتحان و ببینن که چه دارویی، مثلا از 10 نوع داروی ضد افسردگی کدومش به بدن شما میسازه، چه دوزی به بدن شما میسازه. یعنی من مرتب برم پیش این آقایی که دکتر روانشناس اعصاب، یعنی مرتب برم تا ایشون تشخیص بده چه قرصی برای من خوبه؟ بله، روان پزشک یکی از کارهایی که میکنه این هستش که شما رو زیر نظر میگیره تا شناسایی بکنه اون دارویی رو که به شما و اعصاب شما میسازه. برای همین اینجوری نیست که شما یک جلسه برین پیش روان پزشک یه دارویی رو به شما تجویز بکنن و اون رو استفاده کنین، حالا کمی بهبودی به شما بده یا کمی شما رو اذیت بکنه، اینجور نیست. شما باید به یه رابطه، به اصطلاح اون چیزی که ما رابطه تراپیوتیک یا تراپیوتیک ریلیشنشیپ میگیم، رابطه درمانی، شما تعهد بکنین باهاش کار بکنین تا به یه جایی برسین که نتیجه بگیرین. اون بخش روان پزشکی و دارو درمانی متفاوت از بخش روانکاوی و روانشناسیش هستش. روانشناسی از طریق به اصطلاح تاک تراپی، از طریق گفتگو، شما رو آگاهیتون رو و اون پروسه ای رو که در رابطه با عواطف و احساساتتون دارین و ریشه یابی افسردگی کمک میکنه و یه رابطه ای رو با شما به وجود میاره که شما میتونین با آگاهی بیشتر، با آزادی بیشتر اون وقت خودتون رو بهتر بشناسین و کنترل بکنین. و خب روانشناس خوب خیلی به خوبی میتونه این روانکاوی رو انجام بده در کنار یک روانپزشک خوب که دارو درمانی شما رو مسئولیتش رو قبول کرده، شما درمانتون رو جلو میبرین. باید به صورت دائمی و تدریجی به این نگاه بکنین. اینجوری نیست که شما برین و سریع یه دارویی رو بگیرین. البته برای بعضیا این کار میکنه، بعضیا بعد از زایمان اون چیزی رو که postpartum depression یا blues بهش میگن با استفاده از یک داروی ضد افسردگی کاملا حالشون خوب میشه، چرا که افسردگیشون کاملا مربوط به اصطلاح اون اختلال هورمونی هستش. بنابراین من فکر میکنم اگر شما تشخیص در ابتدا افسرده خویی بوده یا افسردگی بوده، اختلال افسرده خویی بوده، شما یه مقدار بهش به اصطلاح توجه بذارین، برین با استفاده از یک متخصص این رو درمان بکنین. خب بفرمایید بیننده عزیز، شما رو خط هستید.
الو سلام خانم دکتر. سلام عرض میکنم. من یه سوالی داشتم راجع به یه پسر 19 ماهمه. بله. این خیلی به من وابسته است، یعنی شبا پیش من میخوابه و حتی اگه من 5 دقیقه بلندشم از پیشش، حالا هر ساعتی باشه، 2 صبح باشه، 5 صبح باشه، 10 صبح باشه، این فوری بیدار میشه و حس میکنه اینو. بله. و الان میخوام سعی کنم که اینو دیگه جاشو مثلا جدا بکنم. بله. ولی در این حال میخوام هرتم نشه با این مسئله. بله. و یه مسئله دیگه اینه که پدرش هم معمولا همیشه تو مسافرته، برای همین مثلا هر 2-3 ماه میبینش، یعنی من فکر میکنم یه جورایی هم به من وابسته بیشتر شده به خاطر اینکه همیشه با منه. بله. یا اینکه همیشه با شماست، یا اینکه بعضی از اوقات به صورت ناخودآگاه، به صورت کاملا unconscious، شما اون به اصطلاح باند، اون احساس عاطفی که با شوهرتون دارین و اون دلتنگی رو که براش میکنین موقعی که نیست و سفر هستش رو بچه ها درونی میکنن و این یه انتقالیه که صورت میگیره، میتونه کاملا هم روانی و انرژی باشه. یعنی البته خب اینا به اصطلاح از نظر علمی اینی که ما بخوایم این رو ثابت بکنیم خیلی سخته، میدونیم که صحبت هایی که در رابطه با unconsciousness یا به اصطلاح attachment هستش، یه بخشیش علمیه. ما میتونیم بگیم که خب مثلا کارای دانیل سیگل که در UCLA هستش بسیار علمیه، این دقیق نشون میده دلبستگی دچار چه خصوصیاتی هستش، همون اتچمنت که تو این دوره 19 ماهگی خیلی میتونه حساس باشه. یه بخشیش شاید فرویدین و به اصطلاح سایکوداینامیک باشه که روی unconsciousness صحبت میکنن و خیلی از سایکیاتریست ها روان پزشکا قبول دارن، یعنی باور میکنن. من جمله دانیل استرن و کسانی که این شیوه به اصطلاح شناخت رو استفاده میکنن، سایکوداینامیک تیوری. و خب ممکنه که شما یه بخشی از این دلتنگی خودتون رو دارین ناخودآگاه منتقل میکنین به فرزندتون. یه بخش دیگه‌اش اینه که الان این دوره حساسی هستش که به خاطر اینکه دیگه متوجه هستش، یعنی object permanency داره، میدونه که شما که نیستین جدا شدین از اون، این separation individuation مرحله خیلی حساسه که همزمان با دلهوره ها و استرابی هستش که از جدایی برای بچه ها تجربه میشه، اون چیزی که separation anxiety بهش میگیم. فاز separation individuation نیاز به یه مقدار توجه به اون موقعی که از نظر عاطفی فرزند شما میخواد با شما باشه، شما رو لمس بکنه، بو بکنه و بدونه که شما هستین و محیط امنه. بعضی ها که بیشتر سپورتیف تراپی یا اپروچ دارن به این به صورت تدریجی نگاه میکنن و بر اساس نیاز کودک او رو کمک میکنن که این جدایی رو به صورت سالم تجربه بکنه. مسلماً مواردی خواهد بود که جدایی براش دردناک خواهد بود و شما یه مقدار باید با تحمل و اینکه بهش یاد بدین چجوری با احساسات ومپیش برخورد بکنه، چجوری خودش رو آروم بکنه، self-soothing behavior، اینا همه بخشی از اون پدری و مادری یا رول مادری شما خواهد بود. ولی در رابطه با اینکه کاملاً جداش بکنین یا به صورت تدریجی، این یه سلیقه است و یه جنبه بار فرهنگی داره. ما میبینیم در کشورهای غربی خیلی از سن کم جدا شدن از مادر و پدر و تنها خوابیدن یک ارزش، یک باور هستش و بهش خیلی هم اهمیت میدن، در صورتی که کشورهای شرقی و حتی کشورهای مثل مکزیک و به اصطلاح آمریکای جنوبی به این مسئله به این شدت نگاه نمی کنن و پافشاری به این اندیویجویشن و اندیویجوالیزم ندارن. بنابراین خودتون باید پیدا کنین برای خودتون و خانوادتون چی براتون بهتر هستش و با دوباره اینم trial and error خواهد بود، یعنی شما امتحان میکنین ببینین که فرزندتون چجوری پاسخ میده. یه سیستمایی هستش که یه خود سختگیرتره، یه خود به اصطلاح از behavioral approach و یا رفتار درمانی استفاده میکنه، اونم با سلیقه به
سلیقه شما ربط داره. یعنی بعضی از مادر و پدرها دوست دارن این شیوه رو Ferber approach یا اینکه از طریق behavioral modification بچه‌ها رو خیلی با سختگیری جدا بکنن از خودشون، چرا که باور دارن این جدایی اتونومی میاره، استقلال میاره و separation individuation رو سریع‌تر و راحت‌تر طی می‌کنه فرزند. این بستگی به ارزش‌های شما و سلیقه شما داره. البته من خیلی دوست دارم که خب اوکی جدا بشه، برای اینکه میدونم که اگر الان ادامه پیدا بکنه برای لانگ ترمی میمونه روش. ولی تا چه حد باید سریس باشم؟ یعنی اگر مثلا اینو من گذاشتم تو اتاقش شب بخیر گفتم اومدم بیرون یک ساعت گریه کرد، من هنوز باید محل نذارم؟ یا اگر تا 10 روز این اتفاق افتاد بی‌تفاوت باشم؟ بله، لطمه بهش نمیزنه. من توصیه میکنم که اول یک ریچوال، یه ریتمی به خوابش سعی کنین پیدا بکنین. اینی که بعضی از اوقات مثلا حمام گرفتن قبل از خواب، کتاب خوندن، یه موزیک آروم تو اتاقش گوش کردن، کنارش نشستن، دستش رو گرفتن، یه سری کارهایی هستش که بچه‌ها رو خیلی بهشون آرامش میده و کمکشون میکنه که خودشون بتونن با خودشون باشن راحت‌تر. من همیشه دیدم مادر و پدرهایی که از این شیوه استفاده کردن و به صورت تدریجی این جدایی رو به وجود آوردن، اضطراب و افسردگی بچه‌ها کمتر بوده، خفیف‌تر بوده. در صورتی که ممکنه بچه‌ای که خیلی با سختگیری این اتفاق براش میفته موفق هم باشه، خیلی هم تو درسش خوب باشه، خیلی هم به اصطلاح اچیور خیلی خوبی باشه، ولی از نظر احساسی عاطفی میبینیم که یه تریسای نشونهایی از اضطراب و افسردگی توشون میمونه. بنابراین این رو یه مقدار باید مطالعه بکنین، از اینترنت یا کتابای خوبی که هست، Parenting from the Inside Out کتابی هستش که دانیل سیگال، خیلی من دوست دارم این کتاب رو، نوشته. از کارهای گاتمن میتونین برای ایموشنال کوچینگ استفاده بکنین، جان گاتمن. از خود کتاب تاچ پوینتس برازلتون که خیلی معروفه و استفاده میکنن مادر و پدر رو. یه مقدار باید مطالعه بکنین ببینین که چه شیوهی برای شما خوبه، به شما میسازه و خب با امتحان اینا این برای شما روشن میشه. اوکی، خیلی ممنون. خواهش میکنم. مرسی از تلفنت. بفرمایید بیننده عزیز، شما رو خط. الو. بفرمایید. الو، سلام خانم. سلام عرض میکنم. شب و روزتون خوب و خوش. من هستم خانم، صحبت میکنم. بله، من به گوش هستم، شما رو خط هستید. بفرمایید. من خیلی متاسفم که مادر رفتند. به اندازه همه اونایی که به شما عرض ارادت کردند، من بیشتر این ارادت رو خدمت شما دارم. متشکرم. ولی به اندازه همه اونها هم از شما گله مندم. بله. در رابطه با همه آدم ها. بله. چه جوان چه پیر صحبت کردید، ولی هیچ وقت تا به حال، من این چند ساله گوش میکنم، راجع به افراد معلول که از نظر مغزی سالمند ولی معلولیت دارن، معلولیت فیزیکی هستند، بله، هیچ وقت خود شما هم این پیشنهاد یا این برنامه رو نکردید که ما خانواده ها، بله، که راستی راستی زندگیمون فلجه، مثل خودمون افراد که دست و پا فلج هستند، زندگیمون ویران شده. من الان آوارم تو اروپا به خاطر همین ایشون. زن و بچه‌مو در کشور خودم تو ایران گذاشتم، اومدم اینجا که بلکه اینو بتونم کمکش بکنم. یک تنه اینجا هم مادرم هم پدرم، و اون چه که فکر میکنم تو دنیا از نظر روانشناسی هستش، حالا من رو هوا فکر میکنم اینجوری کارم درسته، در این حال هم همیشه میدونم که یه جاهای اشتباه دارم، یه جاهای کم میارم، چه باید بکنم. الان بزرگ شده، 23 سالش تمامه، در رابطه با نیازهای عاطفی، نیازهای ارز کنم که اجتماعی، نیازهای ارز کنم که به جنسای مخالف خودش، چه باید بکنم، چه کاری براش بکنم، هیچ ریفرنسی ندارم، امکاناتم برام اینجا نیستش، به نوعی پناهندم در اینجا به خاطر ارز کنم که ایشون، حالا
و برنامه های شما رو هم همیشه گوش میکردم، تلفن گرفتنش هم کار حضرت فیله و منتظر بودم بلکه یکی مشابه من با شما در میون بذاره، منم چیزی بلکه بشنوم. هرگز چنین اتفاقی نیفتاده یا حداقل من نشنیدم. خود شما هم هیچ وقت یه برنامه برای این قضیه نداشتید که بابا این همه آدم با ما تماس میگیره. یه دفعه ما راجع به این پسر و دختره که معلولن و نیازهایی دارن که پدر مادرها، به هر حال من همه چیزمو فدای ایشون کردم، اینو چه بدونید متوجه بشید که نه، خودم میدونم که همه چیزمو به خاطرش از دست دادم. ولی در این حال هم همیشه کنجکاو اینم که کار بهتری براش بکنم که دوچاره ارز کنم که استقلال بیشتری بشه، نیازهاشو به خوبی برآورده بکنه. الان مشکلی که داره مثلا همیشه فکر میکنه که دخترها بهش نگاه نمیکنن، یا اگر بفهمه اون دختر که ایشون دست و پاش یه خود مشکل داره، علارغم همه هوش و زیبایی که ایشون داره، از نظر هوشی هم فوق‌العاده هستش، ولی دخترها بهش اعتنا نکنن، خودشو عقب میکشه. بله. و من نمیدونم واقعا با این هر چقدرم شما فکر بکنید تو این رابطه، تشویقش کردم، روحیه بهش دادم که نخونده، به قول معروف خودم هم دکتر روانشناس میدونم براش، و نهایتا اون چی که برای من الان ملاک هستش اینه که شماها یک ریفرنسی به من بدید، یه راهی برای من، یا صحبت بکنید حداقل من بدونم. هفته دیگه جلسه شما و مادر به خصوص من مرتب گوش میکنم، لااقل یه رو وقت بذارید برای این چنین افرادی که میخوان بدونن. حتما حتما توصیه شما خیلی به جا هستش، باهاتون کاملا موافق هستم. یک برنامه یا هفته آینده یا تو دو هفته آینده یا بخشی از برنامه رو حتما میذاریم برای اینکه صحبت بکنیم و توصیه شما رو بهش رسیدگی بکنیم. حتما، خیلی ممنونم، بی نهایت سپاسگزارم ازتون. بله راست میگین، این کمکاری من بوده و حتما بهش رسیدگی میکنم. بفرمایید بیننده عزیز. هلو. بله، حالتون خوبه خانم دکتر فریدی؟ خیلی خوبم، مرسی. من یه خط موندم در واقع، باید گوشی رو میذاشتم چون خانمی که قبل از این آقا تلفن کردن تقریبا سوالی رو مطرح کردن که منم الان میخواستم همین سوال رو مطرح بکنم. دختری دارم من، فرزند اول منه که 4.5 سال بودودن. بعد توی این 4.5 سال تا یک شب این بچه تنها نخوابیده و من خیلی مشکل دارم و راهشو واقعا نمیدونم که چجوری تا خوابشو جدا کنم، یه در واقع تا خواب خودش بخوابونمش. با بچه 4.5 مسلما میشه صحبت کرد، من خیلی باهاش صحبت میکنم، ولی هر بار این مسئله رو بلوکیره میکنه، گریه میکنه، حاضر نیست این کار رو بکنه. دو سه بار ما امتحان کردیم با هم توی اتاق خواب خودش بخوابیم. این ریتوالی که شما راجع به صحبت کردی رو من سعی کردم باش انجام بدم، ولی هیچ راهی رو قبول نمیکنه. یعنی از اولش چنان به شدت گریه میکنه که منو پشیمون میکنه از کاری که میخواستم بکنم. این بچه وابستگی بسیار زیادی به من داره. بله. جوریه وابستگیش که مثلا کفش توی خونه منو هر جا ببینه میاد کفش توی خونه خودشو بعدی کفش من میذاره. اسبابای اون با تنوی اسبابای من باشه. من نمیدونم این پروسسی رو که بچه ها از مادر جدا میشن و داره شخصیت مستقل میشن تو چه سنی در واقع به وقوع میپیونده و تو چه موقع هستش که بچه اینو کاملا اکسپت میکنه. میخواستم ازتون خواهش بکنم که بگید که آیا راهی وجود داره برای بچه هایی که به این سن میرسن که آدم بتونه این مشکل رو حل بکنه، یا اینکه منم مثل اون پیشنهادی که به خانم دید بذارم چند تا کتاب از اینترنت پیدا کنم بخونم بلکه یه راه حلی پیدا کنم مثلا. ببینین، خب اون بخش سلف هلپ یه گسترده خواهد کرد این آگاهی شما رو. من خودم هفته ای نیست که نرم و مقاله جدید یا کتاب جدیدی رو مطالعه نکنم، یعنی یه بخشی از رپرتوار خودم هست و توصیه میکنم، برای اینکه دنیا الان عوض شده و خیلی اطلاعات و انفورمیشن جدید و خوبی ما میتونیم به خیلی سادگی بهش اکسس داشته باشیم. در رابطه با
جدایی فرزند از مادر و یا پدر، همون پروسه‌ای که بهش separation individuation میگیم، از سن خیلی کمتر، از سن دیگه شاید یک سالگی، یک سال و نیم تا دو سالگی اتفاق میفته. یعنی از نظر روحی، روانی و فیزیکی بچه این individuation یا جدایی رو حس میکنه و بعد با اون کاراکتریستیکایی که همراه این جدایی هستش خودش رو آشنا میکنه و بعد کنار بیاد. مثلا یه مقدار مضطرب میشه، یه مقدار احساس تنهایی میکنه، افسردگی باهاش توام خواهد بود چرا که یک چیزی رو از دست داده. و ولی این یک در یک دوره اتفاق نمیفته. یعنی ما میبینیم که separation individuation چندین مرحله در زندگی اتفاق میفته. برای تینیجرها، برای نوجوانان این دوباره برمیگرده این پروسه و اونا باید جدا بشن از نظر روحی، روانی و فیزیکی، دوباره از مادر و پدر و اون مدار به اصطلاح خانوادگی. و هر بار که این اتفاق میفته برخورد مادر و پدر با این موضوع خیلی مهمه و باورهایی که اونا دارن. یعنی من دیدم مادر و پدرهایی که خیلی با آرامش، خیلی با به اصطلاح confidence، با اعتماد به نفس برخورد میکنن با این جدایی و منتقل میکنن این اعتماد به نفس رو به کودک که تو میتونی، تو توانایی داری، تو میتونی با این احساس ترست کنار بیای، تو میتونی که تنها بخوابی، تو میتونی جدا باشی. یعنی این توانمندی رو درونی هم دارن، هم منتقل بلدن بکنن به بچه هاشون و با یک آرامشی این جدایی خودش به صورت طبیعی صورت میگیره. حالا چرا یه نوع کامپلیکیشن هایی و یا یه نوع دلبستگی های ناامن به وجود میاد یا insecure attachment؟ این دلایل بسیاری داره و خیلی هم میتونه کامپلکس باشه. یکی از دلایل میتونه این باشه که مادر از نظر احساسی عاطفی خودش با این جدایی مشکل داره و خب اون پروسه خودشو داره از نظر درمان و آگاهی و شناخت و اینا. ولی چیزی رو که ما میدونیم این هستش که اگر کودک به 4.5 یا 5 یا 6 رسیده و هنوز مشکل داره با جدا شدن و تنها خوابیدنش، یه چیزی اونجا داره این کمپلکسیتی رو به وجود میاره و باید این تشخیص با یک متخصص که خیلی بهتره. ولی خودتون اگر میخواین استفاده از سلف هلپ، کتابای خوبی هستش و یا وبسایت های خوبی هستش که به شما علائم اتچمنت ناامن یا همون دلبستگی ناامن رو میگه، میگه که چرا این میتونه مشکل به وجود بیاره و چه شما چه اقدامی میتونین بکنین که این رو برای خودتون ریورس بکنین یا از بین ببرین. من میتونم اگر شما به من ایمیل بزنین یا اینکه سوالتون رو روی irandokh.com برای من پست بکنین، اونجا یادداشت بکنین، حتما رفرنس دقیق تری میتونم بهتون بدم که در این رابطه یه مقدار کمک بیشتری داشته باشین. ولی توصیه عملی که بهتون میکنم این هست. زمانی رو برای خودتون بذارین که وقت خوابش باشه و حتما به اون زمان به اصطلاح ادامه بدین. یعنی وقت خواب رو ساعت 7 یا 8 بذارین، حتما باهاش کتاب بخونین، بهش این احساس رو بدین که اون میتونه تنها تو اتاقش بخوابه. اگر گریه میکنه اشکالی نداره، کنارش باشین، بغلش بکنین، دستش رو نگه دارین و به یه جایی برسونینش که اون وقت بعد از گریه بتونه خودش رو آروم بکنه. کاری که نباید بکنی این هستش که موقعی که گریه میکنه بهش بگین که اشکال نداره مادر بریم تو اتاق ما یا بیا تو تخت من، چون این بهش یه میکس مسیج یا یه جواب، یه نوع ابهامی برش به وجود خواهد آورد. حتما با اون پلانی که دارین، برنامه‌ای که دارین، با اون باشین، در چارچوب اون برنامه ریزی به صورت تدریجی کمکش کنین که بدونه که میتونه این کار رو انجام بده. ولی separation and individuation حتما لازمه براش و خب اگر به خوبی این در سن 2 انجام نشده، حتما خوبه که الان شما بهش توجه میکنین و میخواین این اتفاق بیفته. قد شد بعد. و
بله، برنامه ما به پایان رسید دوستان. من بعد از برنامه یک رو وقتم رو میذارم و با شما پشت خط حتما خواهم بود. از توجه شما و وقت گذاشتن به این برنامه سپاسگزاریم مثل همیشه. از سوالات خوب شما که به برنامه ما زیبایی میبخشه و تا هفته آینده شما رو به خداوند بزرگ و مهربون میسپاریم. روز روزگار خوش.